روال 10-12 سالی که این منطقه هستم، رفتم پارک نزدیک خونم، یک ساعت پیاده روی کنم. یه خانومی با دو قلاد سگ ورود کرد به پارک، بعد حواسش هم به سگاش نبود. من یه دفعه سرم رو توی گوشی داشتم نگاه میکردم، سرم رو بلند کردم، دیدم سگ وسط پای منه. من لباسم رو جمع کردم، از روش پریدم. به خانم گفتم خب اینا رو که آوردی نمیتونی جمع کنی، نیار سگ، اصلا پارک جای سگ نیست. برگشت گفت نه، جای سگای مثل شماست که همین جا رو گرفتی. من فقط همین کلمه رو گفتم با من بودیم که این خانم یورش کرد سمت من، پرید منو انداخت توی آب. من که هوا کم بود، خودم مشکل داشتم، اینقدر فشار داد که من دیگه هیچی رو حس نمی‌کرد، نمی‌شنیدم. نمی‌دونم منو کشیدم بالا، فقط صدا رو می‌شنیدم که بهش می‌گفتن که تکون نمی‌خوره و به من می‌گفتن که دستتو بده به من. منو آوردم بیرون، بهش میگفتم برو. من دیدم داره میره، ازش عکس گرفتم. وقتی دید عکس گرفتم، من که افتاده بودم روی نیمکت، پرید روی من شروع کرد به زدن. سرمو کوبیدم به نیمکت، دید گیج شدم افتادم زمین، شروع کرد به مشت و لغت زدن. من فقط صورتمو میگرفتم. بعد که دید دوستان عقب‌تر هستن دویدن، این همه این ماجرا جوری بود که 3-4 تا عاقل مرد اینجا بودن داشتن نگاه میکردن. اون که رفت، اون خانم فرار کرد رفت، حتی اینا حاضر نشدن یه تماس بگیرن که مثلا پلیس بیاد. به من گفتن با گوشی خودت زنگ بزن. گفتم گوشی من کیسه؟ یعنی کسی قبلش به شما کمک هم نکرد؟ فقط نمیدونه من از آب چی کشید بیرون. به من میگفتن دست تو بده، من آرنجمو دادم، من از آب کشیدم بیرون. ولی وقتی این خانم مطلقت میزد یا سرمو میگفت، هیچ کس نیومد کمک کنه، اصلا هیچ کس کمک نکرد. این هم وضعیت امروز زور حاجی آباد هرمزگان. یه مش آدم عوضی آشغال بی پدر و مادر برای زمینی که پروانه داره، سند داره، همه چی داره، اومدن اینجوری شاخشونه کشنن. هرچی خونه رو خراب کردن، کلی هزینه با این مسائل گرون. هرچی هم جوونا رو زدن، آشوب پا کردن، زنا رو زدن، خونه ها رو خراب کردن، جوونا رو هم بردن. از نیروی انتظامی بگی تا مسکن شهرسازی. فیلمش هم استوری میکنن ببینید. توف غیرت رهبر بیناموس، توف غیرت روحانی کثافت، آشغال عوضی، هرزه حروم خور، پدر سگ. به ما اعلام شده که یک خانومی با بچه نوزادش، یک نوزاد 6-7 روزش تو این خرابه داره زندگی میکنه. حاشیه اتوبان، ای لعنت به این حاشیه اتوبان. سلام آرزو، خوب هستی؟ اینا بچه ها، اینا فاطمه زهرا. بچه هم فش روزه هست بچه هم فش روزه هست الان چه چیزایی میخوای آرزو اینجا؟ بچه هم شیر نداره به گشنگیش کنم خواهد گشنه هست چیه مثل سینه هم شیر نداره بدم هیچ کنم باید گشنگی من خوراکی چیزه من زاد چون خودم من حالا خوب نیست بچه هم اینجا کسیم دور برم ندارم دوستان مسئولین نگاه کنید سلام، این منم سویلا فراهانی، پاسور و کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران و اولین داور بین المللی زن ایران که در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت داشت. اینی که الان میبینید کسی که از سیاست های جمهوری اسلامی خسته شد و در اوج موفقیت تصمیم گرفتش با میادین بین المللی خداحافظی کنه و توی کشور دیگه زندگی کنه. فدراسیون های ورزشی ما سال هاست که توسط سیاسیون دارن اداره میشن. سیاست های جمهوری اسلامی را اجرا میکنن که با روحیه ورزش منافات داره. جو ناامنی برای ورزشکارا به وجود آوردن. از اونا میخوان که تن به باختای اجباری بدن تا با اسرائیل رو در رو نشن. و اگر قبول نکنن یا باید با ورزش خداحافظی کنن یا باید برن کشورهای دیگه. ورزشکارای زن ما از اولین حقوق ورزشی محرومن. ورزش دوستای ما پشت در فدراسیون کتک میخورن، پشت در ورزشگاه ها کتک میخورن. باید از یه جای شروع کرد که این وضعیت رو عوض کرد. منم امروز با پیوستن به کمپین اتحاد برای نوید افکاری
کار خودم رو شروع میکنم. از فدراسیون‌های ورزشی، از جوامع بین‌المللی ورزشی میخوام که جمهوری اسلامی ایران رو تحریم یا تعلیق کنن. تا زمانی که فدراسیون‌های ورزشی ما واقعا ورزشی اداره بشن به دور از تصمیمات سیاسی، ورزشکارای ما دیگه تو زندان نباشن، کسی دیگه اعدام نشه، کسی مجبور نشه که مهاجرت اجباری کنه، ورزش دوستای ما پشت در فدراسیون‌ها کتک نخورن، کسی مجبور نشه خودشو بکشه، به امید اون روز. با سلام، آرزو نعمتی‌پور هستم، بازیکن سابق تیم ملی کاراته ایران، کسی که برای دنبال کردن هدفهایی که داشته، آزادی ورزش، آزادی کار، آزادی زندگی، مجبور به ترک خانواده و کشورش شده. ما ورزشکاران و ما هنرمندان کسانی هستیم که بیشتر دیده میشن. اگر ما صدای گریه مادری رو که شاهد پرپر شدن عزیزش هستش رو نشنویم، چطور میتونیم توان ملی پوش بودن رو داشته باشیم؟ اگر ما صدای هزاران نویدی رو که زیر شکنجه دارن پرپر میشن رو نشنویم، چطور میتونیم قدرت تمرین کردن رو داشته باشیم؟ تا کی باید شاهد دیدن مادرانی با موی سفید و دل شکسته باشیم که پشت در زندان منتظر تحویل گرفتن تکه های فرزندشون هستن که حتی اجازه عزاداری واسه اونا رو هم ندارن؟ بیایید ما ورزشکاران، ما هنرمندان، ما مردم ایران دست به دست هم بدیم، با هم متحد بشیم که مانع از داغدار شدن دوباره مادر نوید افکاری که دو تا فرزند دیگه توی زندان دارن بشیم و حتی هزاران مادر دیگه که زیر فشار جمهوری اسلامی مجبور به سکوت شدند.